به نام آن که هستی نام از او یافت. کسانی که در روز رویاهای خودشون رو میبینن از چیزهای زیادی با خبرن تا افرادی که در شب رویا پردازی میکنن. عرض ارادت دارم خدمت همه همراهان صمیمی در پیج اینستاگرامی کالج باستانی و کانال یوتیوب و تلگرام. امیدوارم که این پست ما رو هم تحمل بکنید و به دانسته های خودتون اضافه بکنید. دوستان، با توجه به تقاضای مکرر دوستان راجع به دازینگ میخواستم توضیحات بیشتری رو خدمت همه عزیزان ارائه کنم تا پی ببرن که دازینگ چی هست و مورد استفاده اون چی هست. دوستان، این دازینگ هست، با ردیاب متفاوت هست. این قسمت دازینگ خدمتتون عرض بشه که سفت این قسمت دازینگ خوراک داره. به این صورت دوستان، خوراک داخلش هم دوستان مواد ارگانیک هست و انتهای این هم دوستان مواد ارگانیک جاساز شده که به این صورت. دوستان ببینید، ردیاب کاملا متفاوت هست با دازینگ. در ردیاب باید جیوه قرمز داخل این جاساز بشه و با توجه به اینکه جیوه قرمز هر یک گرمش حدود 2 میلیارد تومان هزینش هست، مسلماً کسی نمیاد 2 میلیارد تومان یک گرم داخل این بریزه. یک گرم داخل این میشه 2 گرم و 4 میلیارد تومان رو هزینه بکنه بابت جیوه و ردیاب رو به ما بده 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون. پس این منطقی به نظر نمیرسه و جیوهی که داخل ردیاب ها هست جیوه دماسنج هست که متاسفانه کارایی نداره. دازینگ مقولش متفاوت هست. دازینگ با ذهن کار میکنه. ببینید دوستان، با توجه به گروه خونی شمش مورد نظر دازینگ باید مطابقت داشته باشه. گروه خونی منفی از شمش آلومینیوم و گروه خونی مثبت از شمش برنج. با توجه به اینکه گروه خونی بنده منفی هست، من شمش آلومینیوم رو درست کردم و خدمتون عرض بشه 2 آنتن به این نصب میشه. بعد از جاساز کردن مواد ارگانیک سیکرت هست و نمیتونم اون مواد داخلش رو خدمتون عرض بکنم، یک آنتن معمولی، آنتن پژو پراید یا هر وسیله نقلیه رو به این میزنیم. یک آنتن دیگه‌ای در نظر گرفتم، آنتن مسی. این آنتن مسی با توجه به اینکه حساس‌تر هست، یک قسمت، یک دسته رو آنتن معمولی خودرو و دسته دیگر رو با توجه به اینکه حساسیت این برنج بالاست، من از 2 آنتن متفاوت استفاده می‌کنم. بعد از اینکه وسیله تهیه شد، ما میایم شروع میکنیم به مراقبه. مراقبه یعنی چی؟ مراقبه یعنی تمرکز قبل از دازینگ زدن. ما قبلش تمرکز میکنیم در رابطه با یک موضوع خاص، برای اینکه شما مکان رو با دقت بیشتری بزنید. سعی بکنید در طی 24 ساعت برای یک کار مهم یک بار دازینگ بزنید. وقتی یک بار دازینگ زدید، اون نیرویی که شما قرار صرف دازینگ زدن بکنید قبلا اون نیرو مصرف نشده.
پس برای یک کار مهم ما میایم از دازینگ استفاده میکنیم در طی 24 ساعت فقط یک بار. اولین کاری که انجام میدیم مراقبه است و بعد از مراقبه شروع میکنیم به کار کردن. الان اولین موردی که من باید از دازینگ بخوام این هست که قبله رو به من نشون بده. قبل از اینکه قبله رو به من نشون بده، دوستان قبله ما به این سمت هست. ببینید من میگم قبله رو به من نشون بده. ببین دوستان میره به سمت قبله، برگرد سر جات، لطفاً برگردید سر جاتون، برمیگرده سر جاش. حالا یه عده از دوستان هستن میگن آقا شما دستتو تکون میدی این حرکت میکنه، این میشه خودفریبی. قرار نیست که من خودم رو فریب بدم یا شما رو فریب بدم. شما وقتی اینکه خودتون بخواین کاری رو انجام بدید متوجه خواهید شد که اصلا بحث خودفریبی نداریم. حالا ما یک وسیله رو میگیم دازینگ بزنید. ببینید وقتی که ما میگیم این لپتاپ رو دازینگ بزنید، ببینید دوستان من میگم لپتاپ رو برام پیدا بکن، میاد روی لپتاپ قیچی میکنه، بعد میگم ابعاد لپتاپ رو به من بده. ببینید ابعاد لپتاپ رو ببینید دقیقاً نشون میده که این به این صورت وقتی باز میشه، ببینید یک زاویه تشکیل میده، یعنی اینجا ما یک کنج داریم که داره یک زاویه رو نشون میده. حالا اگر ما همین وسیله‌ای که زیر خاک هست دوستان گرد باشه، فرضاً کوزه‌ای باشه، ببینید دوستان فرض میکنیم این گرد هست و زیر زمین. خب حالا بعد از این که ما وسیله رو گرفتیم قیچی میکنه و میگیم ابعاد رو به ما بده. وقتی میگیم ابعاد رو به ما بده، با این یکی دیگه من استفاده بکنم که به راحتی بتونید ببینید، میگم ابعاد نشون بده. ببینید ابعاد رو نشون میده، گرده، اینجا دیگه زاویه نداره. ببینید دوستان زاویه نداره. حالا همین رو اگر ما عرض میکنم بخوایم این کتاب رو بخواد به ما نشون بده، کتاب رو نشون بده، میاد رو کتاب قیچی میکنه. خب حالا ما بگیم برگرد سر جات، برمیگرده. دوباره میخوایم امتحان بکنیم ببینیم کارمون درسته یا نه، قبله رو به من نشون بده، قبله رو لطفاً به من نشون بده، لطفاً قبله رو من نشون بده. ببینید دوستان رفت سمت قبله، لطفاً برگرد سر جات، برگرد سر جات، متشکرم. ابعاد این وسیله رو به من نشون بده. ببین ابعاد، وقتی میگی ابعاد دیگه با جنس کار نداره، بیای روش دیگه قیچی نمیکنی. وقتی میگی ابعاد میاد اینجا باز میشه. ابعاد رو به من نشون بده، میاد اینجا. ابعاد رو به من نشون بده، دقیقاً دوستان ببینید ابعاد این کتاب رو به من نشون میده. پس با دازینگ میشه وسیله ای رو در روی زمین پیدا کرد، در زیر زمین پیدا کرد و یا عمق اون وسیله ارزشمندی که زیر شی ارزشمندی که زیر زمین هست رو به ما دازینگ میده. علاوه بر این که در مسائل باستان میشه از دازینگ استفاده کرد، دوستان با دازینگ میشه گم شده رو پیدا کرد، با دازینگ میشه شماره خودروی افراد رو پیدا کرد، با دازینگ میشه شماره ملی رو پیدا کرد، با دازینگ میشه گل یا پوچ بازی کرد. تعداد 5 نفر 10 نفر بشینن، با دازینگ میری رو دست افراد میزنی و گل دست هر شخصی که باشه دازینگ قیچی میکنه. وسیله ساده و بسیار ابتدایی هست، اما دنیایی فراتر از تصورات بنده و شما این دازینگ میتونه داشته باشه.
سوالات متعددی رو دوستان عرض کردن، با همین کلیپ کوتاه من جواب دادم. اگر احیانا دوستان سوال دیگه ای رو دارن در این رابطه، بنده در پیج پاسخگو هستم. امیدوارم تونسته باشم در این کلیپ کوتاه انتظارات شما رو برآورده کنم. عرض خاصی نیست، مثل همیشه امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای تک تک شما دوستان عزیز.